Liebe Leute, liebe Freunde, guten Tag. Es ist kurz vor 18 Uhr. Wir beginnen mit Lektion 259. Also der Almani Farsi. Punkt. Komm. So. Weiß ich mal, warum wir gern um wie viel Uhr? Um Punkt 2. Um Punkt 2. Oder um Punkt 3. Um Punkt 4. Ja, nicht Sare 2. Sare 3. Sare 4. Um Punkt 4 Uhr sind wir da, zum Beispiel. Im Punkt Kenjabiyad, ja, nicht Sare. Cho. Rücksicht. Berücksichtigen, ja, nicht Berücksichtigen, ja, nicht Dahnazar Deutschland. Rücksicht. Rück, ja, nicht bepusht. Sicht, dit bepusht. Nehmen auf. Ich noch mal ein bisschen mehr zu machen, dass ich mich nicht mehr habe. Als haben wir berücksichtigen, ja, nicht Dahnazar Gereftan. Da war Rücksicht. یه اسم هست که اگه من بگم زیشت فمینین هست یعنی دی هست شما رکسیشت رو باید بدونید دیگه آرتیکلش چی هست؟ چی هست؟ درسته دی رکسیشت رک یعنی پشت به پشت زیشت یعنی دید به پشت رکسیشت نیمن یعنی گرفتن آف رویه حالا اینا مهم نیست اینا معنی لغویه در واقع معنی کلمه به کلمه واژه به واژه بخش به بخشه شما اینجوری تو فارسی معنی نمی‌کنید هر زبانی واسه خودش یه قاعده ای داره بنابراین من اگه اینو فارسی بخش به بخش معنی کنم یعنی دید به پشت گرفتن رویه خب تو فارسی هیچ معنی نداره ولی در فارسی معنی ملاحظه کردن میده ملاحظه کسی را کردن تو فارسی میبینید که ملاحظه یه با کسره اضافه گفته میشه اینجا میبینید با حرف اضافه اوف گفته میشه اون کسی که ملاحظهشو میکنید میاد اینجا و به صورت چی هست؟ آکوزاتیو هست معمولا بعد از آف اگر جزء حرف اضافه فعلی باشه جزء این کلن یه ترکیب در نظر بگیرید معمولا بعدش چی میاد؟ آکوزاتیو میاد مثلا ما بازیغن آف داریم که بعد از این آف چی میاد؟ داتیو میاد اینا دیگه باید بدونید گفتیم خیلی هاش اکثر مواقع آکوزاتیو هر از گاهی یه سری چیزا میبینید داتیو مثلا بشتن آف یعنی مصر بودن روی بعد اینم روی یه چیزی داتیف هست یکی دو تا هست که من میدونم داتیف هست مسلما یه سری چیزهای دیگه هم هست ولی معمولا اگه ندونستید یادتون رفته بود آکوزاتیو به کار ببرید این خیلی درصدش بیشتره ich nehme Rücksicht auf dich یعنی چی؟ من ملاحظه تو رو میکنم مثلا یه کاری میخوای بکنید حال اشکال نداره من ملاحظه تو میکنم مثلا تو نمیخواد سه تا آجر ببری دو تا ببر خسته ای مثلا خب اینجوری رک یعنی که پشت زیشت یعنی دید به پشت داشتن روی کسی مثلا دارید میدوید یه دیدی هم به پشت دارید که آها اون طرفی که پشتتون هم هست بیاد برسه میدونید همینجوری سرتون نندازید پایین برید اینجوری میتونید بفهمید که در واقع ملاحظهشو میکنید ارواکسن یعنی بزرگ سالان Erwachsene müssen oder sollen Rücksicht auf Kinder, از روی بچه ها ملاحظه بچه ها رو بکنن. Müssen Rücksicht nehmen. Auf wen, روی کی ملاحظه کیو؟ بنابراین دیدید اینم آکوزاتیو است. Auf Kinder. این کلی میگم من دیگه نمیگم دی کیندر کلی دارم میگم خب Erwachsene müssen Rücksicht auf Kinder nehmen اون زنه nimmt keine Rücksicht auf ihn auf ملاحظه اون مرده رو نمیکنه خب یا اون مرده nimmt keine Rücksicht auf sie ملاحظه اون زنه رو نمیکنه مثلا ملاحظه مرده رو نمیکنه یعنی چی اصلا میگه آها برام مهم نیست دیگه حالا تو چقدر پول در میاری تو باید اینو برام بخری خب کانی رکسیش نمی ملاحظه نمی کنه حالا بستگی اون چیکار میکنه میتونه واقعا نمیتونه ملاحظه شو نمیکنه اوتوفاقا ماشینا کسی که ماشین سوار میشن ماشین سوارا راننده ها اوتوفاقا müssen Rücksicht auf Fußgänger یعنی
کسایی که پیاده هستن. اون رادفاهره یعنی کسایی که دوچرخه سوار است. دوچرخه سوارا. اوتوفاهره میسن رکسیشت اف فوسگنگر اون رادفاهره نیمن. خب یعنی ملاحظه اونا رو بکنن. اول بذارن اونا برن. یعنی چی؟ یعنی دی هابن زوم بایشپیل فوسگنگر هابن فورفارت. فورفارت هابن. یعنی حق تقدم دارم. اونا اول باید برن. معمولا توی امتحان آیین‌نامه رانندگی اینا میاد فورفارت هابن یعنی حق با توه. تو باید اول بری. حق تقدم رانندگی با توه. یعنی توی خیابون در واقع. در مورد گواهینامه هم یه سری سوالات رو پرسش ها رو آماده کردم و به تدریج ویدیوهاشون رو ضبط میکنم و توی سایت میذارم. خیلی کار در واقع داره. یه چندین دفترچه هست که حدوداً 60 تا 63 تا دفترچه هست که من یه چند تاشو فعلا آماده کردم. همه رو البته میخوام وقت کنم بذارم واسهتون. خیلی خوبه که هم میتونید خودتون تست کنید هم میتونید تمرین کنید. منم به صورت ویدیو توضیح میدم هر سوال رو و این کمک میکنه که بتونید راحت تر اون سوالات رو، اون سوالای آیین‌نامه رو جواب بدید. چون من یادم خودم یکی دو سال بود فکر کنم آلمان بودم و وقتی میخواستم اونا رو بخونم 20 روز 15 روز 20 روز وقت گذاشتم واسهش و خیلی برام اوایل سخت بود. یه سری کلمات بود که نمیشناختم و همه رو نگاه میکردم. بعد از 15 روز 20 روز خیلی خوب شد و قبول شدم و این یادمه هنوز که اون دو هفته اول، مخصوصا هفته اول خیلی باید سخت میخوندم چون کلماتش یه مقدار ناشنا بود واسم. خوبیش اینه که یه نفر قبلا به یه مشکل برخورد کرده، حالا یه راه حل واسش پیدا میکنه که بعدیا راحت تر باشن. اینجوری خیلی خوبه فکر کنید تو زندگی. یه چیزو همیشه آسون کنید واسه دوروریاتون. حتی نمیخواد واسه خیلی آسون کنید، واسه بچه‌تون آسون کنید، واسه یه آشنا آسون کنید، واسه همسایه بغلیتون آسون کنید. فکرشو نکنید که حالا یه چیزی از دست دادید. هیچ چیزی از دست نمیدید. میمونه یه جا، جوابشو میگیرید، پاسخشو میگیرید. اینم یه تمرین مهم واسه شما تا درس بعد. چیز